که چاره‌ای و انتخابی جز جنگیدن نداشت. جنگی که شهید شدن و از میان رفتن و به خاک و خون کشیده شدن نتیجه محتوم آن بود. این واقعه وقتی که شما از بیرون به اون نگاه میکنید یک واقعی است که البته سهم قساوت و سنگدلی و جنایت در او بسیار بالاست، اما از سوی دیگر سهم عقلانیت و سهم دلیری و شجاعت هم در او بسیار بالاست. از یک طرف کسانی میخواستند که یعنی امام حسین و پیروان او که حق خودشون رو بگیرند و راهی رو بروند که هر عاقلی میرود، و از طرفی دیگران راه رو بر آنها بستند و چاره‌ای جز انتخاب جنگ و مرگ برای آنها باقی نگذاشتند. چنین بود که اون واقعه رخ داد و چنان که همه ما از اون مطلعیم با کمال تأسف نه‌تنها امام حسین جان خودش رو باخت و فرزندان او و خاندان او، بلکه تا قرنها این حادثه حادثه غم‌انگیز درس‌آموز گروهی شد که از آن درس‌های مختلف و متفاوت بگیرند. روح انتقام در دل شیعیان زنده شد و آتش انتقام زبانه می‌کشید. زیارت‌هایی که برای امام حسین بعداً ساخته شد که عموم اونها توسط شیعیان نوشته شده است، اگر شما به اینها مراجعه بکنید یک عنصر ثابت اونها عبارت است از این که شیعیان همواره آرزو می‌کردند که ای کاش فرصتی قدرتی به دست بیاورند و بتوانند انتقام این خون رو بگیرند. خود زیارت عاشورا که از مشهورترین زیارت هاست، زیارت عاشورا که از مشهورترین زیارت هاست و در روز عاشورا خوانده می شود، بخش های از او سلام بر امام حسین است، سلام بر پیامبر است، ولی بلا فاصله شما از اینجا عبور می کنید و به بخش دوم این زیارت وارد می شوید که عبارت است از لعنت کردن بر قاتلان امام حسین، بر مخالفان، بر اهل سنت، بر خلیفه اول، بر خلیفه دوم و امثال اینها. و این یک تم جاری شد در تاریخ شیعه تا امروز که یک عنصری به فرهنگ شیعی افزوده شد و آن عبارت بود از لعنت کردن مخالفان، چه مخالفان عقیدتی و چه مخالفانی که در طول تاریخ ظلمی و جنایتی در حق آنها انجام داده بود. البته واقعه کربلا واقعی هولناک و دردناکی بود، ولی اون چی که شیعیان برای امام حسین انجام دادن و میدهند نظیری در عرصه های دیگر عالم اسلامی ندارد. اهل سنت برای عمر عزاداری نمی کنند، برای عثمان عزاداری نمی کنند، برای پیامبر عزاداری نمی کنند. حتی شیعیان عزاداری رو که برای امام حسین می کنند برای امامان دیگر نمی کنند، برای امام علی نمی کنند، برای پیامبر نمی کنند. یک سهمی و ویژگی به این حادثه بخشیده است که حادثه کربلا باشد که نشان می دهد که نقش هویت آفرینی این حادثه بسی بیشتر از نقش سیاسی و کلامی آن شده است و از او بهره برداری صورت می گیرد و صورت گرفته است که قابل قیاس با حوادث دیگر نیست. شیعیان از این طریق در واقع بر فاصله میان خودشان و دیگر فرق اسلامی تأکید بسیار ورزیدند و انگشت تأکید نهادند. من دو مطلب رو به یاد می آورم. یکی سفری که مرحوم علامه مرتضی، ببخشید علامه عسکری، در اواخر عمر خود به ترکیه کرد. علامه عسکری از کسانی بود که بر ویژگی تشیع و تفاوت او و
با اندیشه های اهل سنت تأکید بسیار می‌برد. کتاب های فراوان در این باب نوشته است. در سالهای پایانی عمر خود به ترکیه رفت و در آنجا مورد سوال قرار گرفت که این همه لعنت نسبت به صحابه پیامبر از ناحیه شیعیان چرا؟ و ایشان پس از عمری که در اون مسیر اول طی کرده بود در اونجا به اکراه یا از سر اختیار به هر حال گفت که اینها مورد قبول ما نیست و این بخش هایی که در زیارت عاشورا و سایر زیارت ها آمده است الحاقی است، بعدها افزوده شده است. از علمای قم هم کسی به نام آیت الله معرفت که او هم مفسر بزرگی بود و در قرآن شناسی تألیفات مهمی دارد، همچنین فقیه بود، بنده هم با ایشان دوستی داشتم و چند سال پیش به رحمت خدا رفت، ایشان هم مقاله نوشت و در آن مقاله آورد که این بخش هایی که در اونها لعنت به صحابه و به خلفای اول و دوم و سوم آمده است جزء زیارت عاشورا نیست و بعدها الحاق شده است. سخن من البته این نیست که اینها جزء زیارت عاشورا هست و جزء زیارت عاشورا نیست. صحبت من این است که بد بدعتی در تشیع اونها بشد و این بدعت هم از جای بدی آغاز شد، یعنی به نام کسی آغاز شد و اون کس به هیچ وجه راضی به این امر نبود، یعنی به نام امام حسین و به خاطر تجلیل از یک واقعه و به خاطر نشان دادن و ابراز اندوه بر یک فاجعه هولناک ما وارد یک فاجعه هولناک دیگری شدیم و او تفکیک و جدایی افکندن میان فرقه های مختلف اسلامی. در یک کنفرانسی در هلند شرکت کرده بودند، در کنار دست من یکی از محققین مصری نشسته بود به نام نصر ابوزید. ایشان از قرآن پژوهان و قرآن‌شناسان بسیار نامبردار جهان عرب است و به دلیل اختلاف نظری که دیگر مسلمانان با او پیدا کردن مجبور به جلای وطن شد. سال هاست که بیرون از مصر زندگی می کند. حتی فتوا به ارتداد او دادن و به دلیل ارتداد او فتوا دادن که همسر او از او جداست و نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند. سختی ها بر او رفت. نهایتاً در هلند دانشگاهی او رو پذیرفت و اکنون هم در آنجا است. در کنفرانسی در هلند با هم بودیم، من و ایشان در پنل کنار هم نشسته بودیم، کسی سخنرانی میکرد، یک محقق سوری. در ضمن سخنرانی گفت که من پیشنهادهایی دارم برای وحدت جهان اسلام. حالا این سخنران خودش از اون کهن مارکسیست ها بود که من از سابق میشناختمش. گفت من طرحهایی برای وحدت جهان اسلام دارم. یکی از آن طرح‌ها این است که سنی‌ها بیان به خاطر کشتن امام حسین از شیعیان عذرخواهی بکنند. بعد این آقای ابوزید برگشت در گوش من گفت آی دیدن کین حسین من چه که عذرخواهی و برای او توضیح داد که در آن دوران که این اتفاق افتاد اصلا این تفاوت و تفکیک شیعه و سنی وجود نداشت. این خطها بعدن پررنگ شد، این نامها بعدن در آمد